حالا کیسه التهابی باکال بایفورکیشن رو درس میدیم. ببینید اسمش هست باکال بایفورکیشن سیست، یعنی کیستی که تو ناحیه باکال سمت بایفورکیشن، تو ناحیه بایفورکیشن دندون وجود داره. پس مربوط میشه به دندونای چند ریشه‌ای، یعنی مربوط میشود به مولر سوم، به مولر اول. یک کیست آماسی یا التهابیه در ناحیه فرکای باکالی مولر اول دائمی پایین. جاشو باید بلد باشیم. پس یک کیست آماسی یا التهابیه در ناحیه فرکای باکالی مولر اول مندیبه، مولر اول دائمی مندیبه. خب گفته بعضی از اوقات در سمت باکال و دیستال دندان مولر سوم نیم رویش یافته که سابقه پریکورونیت داره دیده میشه، که در این حالت بهش پارادنتال سیست میگن. این پارادنتال سیست رو یادتون باشه که برای دو تا کیست به کار میبرن، هم باکال بایفورکیشن سیست هم دینتیجروس سیست، و خیلی از اوقات هم غیر قابل افتراق میشن از هم دیگه. تو اون ناحیه باکال و دیستال مولر سوم نمیتونیم تشخیص بدیم دقیقاً که این باکال بایفورکیشن سیست یا دینتیجروس سیست. پس با جمله بعدیش باز مهمه، تشخیص پارادنتال سیست از کیست دنتیجروس عفونی بسیار مشکل است. بعضی از خود اصلا قابل تشخیص نیستن. یه نکته مهمی که وجود داره اینه که باکال بایفورکیشن سیست خیلی از اوقات تو دندون هایی ایجاد میشه که دارای اکتوپیک انامل یا مینای نابجا یا انامل اکستنشن هستن. حالا این اکتوپیک انامل یا انامل اکستنشن به این صورت هست، یه مروارید مینایی، یه توپ مینایی میاد توپ ناحیه بایفورکیشن قرار میگیره. چون مینا اومده روی سمان قرار گرفته، روی ریشه قرار گرفته، پس میشه نابجا یا اکتوپیک. حالا میتونه به صورت یه توپ باشه، بهش میگم انامل پرل یا مینایی نابجا. میتونه اینکه اون ناحیه مینایی بیاد مثل یه مثلث اکستنشن پیدا کنه، روی ناحیه ریشه رو بگیره که بهش میگم انامل اکستنشن. هر دوتاشون به خاطر اینکه چسبندگی تو ناحیه کم میشه چون میناس سمان نیست، میتونه منجر به ایجاد باکال بایفورکیشن سیست بشه. وقتی درباره مولر اول دائمی مندیبل دارم صحبت میکنم، پس یادم میمونه که اصولا سنشون پایینه، در کودکان 5 تا 13 سال دیده میشه. عدد 5 تا 13 سال کاری ندارم، ولی رنج سنی رو باید بدونید، یعنی باید بدونید باکال بایفورکیشن سیست مال بچه‌هاست.